ما از حکومت، از دولت، از بالاترین مدیر اجرایی کشور، از آقای رئیس جمهور که مسئولیت شورای عالی سینما رو بر عهده دارن، انتظار داریم آقای جیدانی، انتظار داریم که رسیدگی بکنن به این مسائل. مگه می شود 29 سنت سینمایی، 5000 نفر عضو خانه سینما همین جوری یک دفعه اعلام بشه که اینها منحل هستن با 20 سال سابقه و فعالیت؟ جناب آقای جیدانی من معذرت میخوام از دوستان شما، از کارگردان برنامه شما من عذرخواهی میکنم. ما وضعیتی شده که همه سینماگران، ما مگر مسئولین امنیتی کشور، مسئولین بلند پایه کشور سینمای ایران رو سینمای نجیب ایران اسمگذاری نکردن؟ مگر امروز ما وظیفه نداریم که در ارتباط با انتخابات پیش رو، در ارتباط با جشنواره فیلم فجر، ما مسئولیت نداریم که کشور رو به سمت آرامش هدایت کنیم؟ این چه وضعی است که ایجاد کردیم که الان همه روزنامه‌های داخلی، افکار عمومی توجه داری میکنه به این مسئله که آقا چون و چرا این ماجرا چجوری است؟ من از آقای زرقامی، از بزرگان، از رئیس مجلس، از رئیس قوه قضاییه، آقای جیرانی، همه اساسنامه‌های خانه سینما، از جمله اساسنامه‌هایی که به تایید شورای فرهنگ عمومی و وزارت ارشاد رسیده، در همه این اساسنامه‌ها اشاره شده در یک بند روشن که مجمع عمومی خانه سینما تنها نهادی است که میتواند تصمیم بگیرد در مورد اساسنامه و در مورد انحلال، و بعد اگر که نهاد دومی بخواد اسم برده بشه باید از قوه قضاییه اسم برده شده. خب وزارت ارشاد شکایت کرده از خانه سینما، شکایتش رو میتونه به قوه قضاییه ببره و رسیدگی بشه. من آقای درویش مجبورم حرفتون رو قطع کنم، ببخشید آقای درویش. من توقع شما رو میپذیرم. من خیلی دوست داشتیم که طرفین دعوا بشینن در یک بحث عادلانه. من همینجا از آقای زرقامی خواهش میکنم به نمایندگی به عنوان یک عضو کوچک از سینماگرای کشور، از طرف سینمای کشور خواهش میکنم، انتظار دارم. ببینید این چیز خوبی نیست که انحلال خانه سینما به نام دوستانی ثبت بشه در تاریخ، در حافظه این ملت که خودشون عضو خانه سینما هستن. اینها با شعار نوکری کردن برای مردم آمدند. آقای جیرانی عزیز، عرصه فرهنگ عرصه یک تازی و خودخامگی نیست، عرصه فرهنگ عرصه گفتگوست، عرصه تعامل. ما در دفاع مقدس هم با دشمنمون این کارو نمی‌کنیم. صحبت شما رو میشنویم، امیدواریم که راهی برای حل و فصل پیدا بشه آقای وزیر. آقای حسین، من یک توضیح بدم خدمت شما که این یک فرایند طولانی داشته. یعنی مدت‌ها قبل در شورای فرهنگ عمومی کشور این بحث مطرح شد که اساسنامه‌ای که شورای فرهنگ عمومی تصویب کرده برای خانه سینما به این اساسنامه عمل نشده و تغییرات متعددی داشته. لذا دبیر شورای فرهنگ عمومی با دوستان تماس گرفتند که شما این رو بالاخره چیکار میخواید بکنید، اگر تغییری هست بیاد پیشنهاد داده بشه، اصلاح صورت بگیره. ولی خب قبول نکردند و حتی مصاحبه کردند و گفتند که ما مجمع عمومی داریم، مجمع عمومی تصمیم میگیره. همین امشب هم در صحبت‌های جناب آقای درویش این بود که مجمع عمومی بالاترین مرجع رکن هست و تصمیم میگیره، در حالی که خب بالاخره وقتی که شورای انقلاب فرهنگی این ماموریت رو به شورای فرهنگ عمومی سپرده و اون اساسنامه تصویب کرده و در نهایت گفته هر گونه تغییر مجدد باید بیاد در این شورا. این شورا هم متشکل از همه دستگاه‌های فرهنگی کشور هست، همه نهادها، حتی اشخاص حقیقی حدود 28 نفر عضو داره. و در چند قبل هم که جلسه تشکیل شد به اتفاق گفتند که این تغییرات مبنای قانونی نداره، بنابراین خانه سینمای فعلی یعنی دستاندرکاران فعلی اینها از نظر قانونی پایگاهی ندارند و مبنای کارشون نداره. این که الان در صحبت‌های امشب یه مقدار با شتاب دوستان مطالبی رو نسبت دادند و حرفایی گفتند که زیبنده نبود، به هر حال خوبه که مقدار با دقت بیشتری این مسائل گفته بشه. گفتند که من در صحبتم گفتم به نام خدا رو حذف کردند، اصلا چنین چیزی نبوده. بله گفتم که التزام به قانون اساسی رو حذف کردند و همینطور تغییراتی که بیانگر ارزشی بودن این مجموعه باید باشه اونها به تدریج حذف شده.
و اینکه ادعا شد که حرفای اینها در جای درج نمیشه، الان در روزنامه شرق، در خبر آنلاین، در سایت های مختلف خبرگزاری ها، حتی در خبرگزاری دولت، یعنی در خبرگزاری ایرنا، شما ببینید که اطلاعی های اینها منعکس شده و در همه جاهای مختلف. اینطور نیست که بحثی نباشه از اونها، و لذا اینکه بخوان توجیه کنند موضع گیری صدای آمریکا و تلویزیون آمریکا بی بی سی و رادیو صهیونیستی رو که علیه نظام جمهوری اسلامی هستند، به گونه ای جلوه بدن که انگار در کشور یک فضای بسته‌ای وجود داره که حرفا منعکس نمیشه، نه، همگان میان و مباحث خودشون رو بیان میکنند، و یا اینکه در پناه صنف‌ها بیان و بگن که ما 5000 نفر هستیم و انگار که ما مخالف فعالیت‌های صنفی هستیم. نه، ما طرفدار فعالیت‌های صنفی هستیم و حتما باید همکاری وجود داشته باشه. اما بحث ما این که قانون‌گرایی، بالاخره خود آقایون هم قبول دارن، و اینکه الان طرفدار گفتگو شدند، خب خیلی برای ما عجیبه. یعنی الان بیش از 2 سال بنده در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستم، حالا مثلا امثال آقای درویش و یا دیگرانی که بحث گفتگو رو مطرح میکنند که در طول این 2 سال اصلا این مسائل مطرح نبوده. شما دیدار نداشتید با مدیر خانه سینما قبل از این اتفاقات؟ اصلا دیدارهایی داشتید شما آقای حسینی با؟ بله، اون اوایل جلساتی داشتیم، ولی خب به هر حال اینها به هر دلیل، حالا به خاطر مواضع سیاسی بوده، به هر جهتی، چون اینها بعضیاشون، همین آقایونی که الان ادعاهایی دارند، اینها در هم داستان انتخابات سال 88 و در ماجرای فتنه، بالاخره بعضیاشون از کسانی بودند که در ستاد سران فتنه بودند. حالا ما نمیخوایم بحثای سیاسی رو مطرح کنیم، ولی بالاخره اینها موضعی داشتند از اول و نمیخواستند که این کار و معاونت سینمای جدید کارشو به خوبی انجام بده، و از این جهت الان هم که تابع قانون هستند، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر اساس اختیارات خودش یک حکمی رو صادر کرده، اینها هم به دیوان عدالت شکایت کردند، بنابراین در دیوان عدالت مطرح میشه و دیگه هیاهو، جنجال، تحریک افراد نداره و برن بر اساس قانون تمکین کنند، و کسی هم مخالف سینما نیست. الان طوری مطرح میکنند که انگار ما مخالف سینما هستیم. مخالف؟ بله، ما مخالف ابتذال در سینما هستیم، از اینکه پیرو به برنامه‌های دیگران باشیم. نه، ما یک سینمای نجیب، اصیل و خوب داریم، باید ازش تقویت کنیم، حمایت کنیم، و اصلا تأسیس شورای عالی سینما، سازمان سینمایی، به خاطر همین است که سینما تقویت بشه. از جهت حمایت‌های شغلی هم ما صندوق حمایت رو تقویت کردیم، خانه سینما هم افراد رو ارجاع میده به صندوق تا کنون، یعنی بیمه تکمیلی، وام، هر مشکلی دارن صندوق حمایت از خبرنگاران و هنرمندان داره این کار رو انجام میده. بنابراین اینطور نیست که ما مخالف صنف باشیم، که ما میگیم که صنف ها باید نقش واقعی داشته باشند، خودشون انتخاب کنند. چطور که الان در بحث مطبوعات وقتی یک نماینده میخواند انتخاب کنند برای هیئت نظارت، اعلام عمومی کنیم، مدیران مسئول روزنامه‌ها جمع میشن و نشریات و خودشون انتخاب میکنن مستقیم. اینکه دو مرحله ای بشه، عده محدودی بیان بنشینند و به نمایندگی از کل این جامعه بخوان تصمیم بگیرند، این خب خلاف اساسنامه هست. از این جهت این اشکالات مطرح من بوده. من یک سوالی بکنم آقای حسینی، الان شما گفتین دوستان به دیوان عدالت اداری شکایت کردن، تا موقع دیوان عدالت رأی نده شما انحلال رو به عقب میندازین؟ حالا این رو دیگه باید تصمیم گرفته بشه. به هر حال از نظر ما کار تمام شده هست. بله، اونها شکایتی دارند، باید طبق قانون، خودشون هم اعلام کردند، خود دوستان هم اعلام کردند که ما تمکین میکنیم در مقابل قانون. قانون هم این رو میگه، و بالاخره باید اگر دیوان عدالت رأی دیگه داشت اون بحث فرق میکنه. این که ما بیایم بحث بکنیم از رئیس جمهور، از رئیس قوه قضاییه، مجلس، و به نوعی بخواد مظنون نمایی بشه، و در این حال هم که ما دعوت میکنیم به گفتگو، به آرامش در کلام و در سخنان، بالاخره اهانت باشه، تعبیرهای آنچنانی باشه، اینها زیبنده و شایسته نیست. شما ببینید اعلام کردن که این که وزیر گفته کذب هست، التزام به قانون اساسی رو حذف نکردیم، بعد دو مرتبه عزل کردن، یعنی بلافاصله نشون میده که بالاخره دقت کافی وجود نداره، و یا بعضی از اغراض هست که این گونه در مقابل افکار عمومی میخواند فضا سازی کنند، و ما انتظار داریم که دوستان دقت بیشتری در بیاناتشون و در صحبتاشون باشه. بحث ما اینه که فعالیت صنف ها باید قانونمند باشه، هر صنفی تحت نظارت وزارتخونه مربوطه خودش است، کارگری به همین صورت، دانشجویی، استادی، نمیدونم کارمندی، هر صنفی باید بالاخره یک نظارتی باشه،
به خاطر اینکه من... حتی اون صنف تضییع نشه. بله. ما الان اطلاع نداریم در خانه سینما که رأی گیری میکنند هیچ ناظری وجود نداره، یعنی همین انتخاب اخیر هیئت مدیره چه کسی حضور داشته غیر از خودشون، آیا چه نوع رأی گیری انجام شده. حتی احزاب سیاسی هم بالاخره یک نماینده از وزارت کشور حضور داره و نظارت میکنه. اصلا در صنفا کسی که میخواد بیاد کاندیدا بشه باید واجد شرایطی باشه، صلاحیت هایی داشته باشه، یک مرجعی، یک جایی باید تعیین میکنه. بله، میخواند یک تشکل سیاسی تشکیل بدن، برند از وزارت کشور مجوز بگیرن و کارشون انجام بدن. اما اگر تشکل صنفی هست، یک تشکل سینمایی، حتما باید بیاد از هیئت نظارت بر فعالیت های فرهنگی، هنری و سینمایی مجوز بگیره. اینکه اساسنامه با تایید شورای فرهنگ عمومی بوده کافی نیست، میبایست مجوز از این مرکز هم گرفته بشه.